سلام و صبح تمام شما بخیر. آرزو دارم که همیشه غرق خوشحالی و خوشبختی باشید. در نخست میریم و با هم یک جا بسته تصویری از طبیعت زیبا را تماشا میکنیم. فراموش نکنین که مهمانای بسیار خوب با خود میداشته باشیم و مهمان بخش اول ما هم از دکتر صاحب قیس نگزاد، متخصص داخلی عمومی، و موضوعی که قرار است راجع به او بحث کنیم اسمای قصبی و یا نفس تنگی است. در نخست میریم و بسته از طبیعت زیبا را تماشا کرده دوباره برمیگردیم. خدا کنه که از تماشای بسته تصویری از طبیعت زیبا لذت برده باشین. قسم قبل از بسته هم گفتم امروز با ما هستن در بخش اول دکتر صاحب قیس نگزاد، متخصص داخلی عمومی، و موضوعی که قرار است بالای از او بحث داشته باشیم استمای قصبی و یا نفس تنگی است. و فراموش نکنین شما میتونین با ما به تماس هم شوین و شماره تماس ما هم است 0730 700 730، و همچنان میتونین در صفحه فیسبوک ما هم پیام بگذارین و سوالاتی که دارین از دکتر صاحب بپرسین. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون چراغ. کمی هکنون به صورت زنده و مستقیم ما را از طریق پرده تلویزیون خود تماشا میکنند. امیدوار هستم از بحث امروز ما نقاط مثبت خوب را برداشت کرده بتوانند. بله انشالله. دکتر صاحب، اکثر دوستا از این شکایت بعضن شکایت میکنن، من نفس تنگی دارم و نفس ما تنگ میشه، نمیتونم تنفس کنم، و یعنی هر کس از خود نظر به اعراض علائمی که نزد خودش دیده میشه بله. تعریف به خاطر نفس تنگی بر خود ساخته بله. اما ای که واقعا نفس تنگی یا برانشیال استما از نظر تخصصی و طبی چی است، میخوایم امروز از شما بشنویم. خب وقتی که در مورد برانشیال استما یا استمای قصبی یا به تعبیر معمول که در بین مردم عوام به نام نفس تنگی مشهور است، وقتی که ما صحبت میکنیم خوب به این خاطر بوده که اول باید این را بفهمیم که به طور مثال پروسه تحویل هوا و پس دوباره خارج کردن هوا از بدن ما به کدام میکانیزم صورت میگیره. شما میفهمین که سراسر عضویت به خاطر از اینکه فعالیت های خود به صورت درستش اجرا کرده بتونه به اکسیژن ضرورت داره، و این اکسیژن از طریق که به بدن ما تحویل میشه و عبارت از نمود با استفاده از سیستم ریسپایریتوری یا سیستم تنفسی است. امی سکل تنفسی که شامل شهیق و زفیر است. شهیق و زفیر یعنی به این مفهوم که هوا را که میگیریم و پس دوباره هوا را میکشیم، و در نهایت یک مقدار هوا باید در داخل شش هم باقی بانه. اسما را وقتی که ما تعریف میکنیم، اسمای قصبی یا برانشیال اسما عبارت از یک مرض مزمن التهابی طرق هوایی است. یعنی به چی مفهوم؟ طرق هوایی امو برانش ها را میگن، قصبات را میگن، پایپ هایی که یاد امو ساختمان های مشخصه که از طریق قضی به شش ما هوا میرسه و پس دوباره از شش هوا بیرون میشه. ارگاه به صورت مزمن و به صورت دوامدار دمی طرق هوایی التهاب به وجود بیایه، و التهاب باید از این شبه که پیش فرد امی پروسه نفس کشیدن، پروسه گرفتن هوا و پروسه خارج کردن هوا به مشکل و تشوش دوچار شوه، میگیم که نزد از این فرد اسمای قصبی موجود است. یعنی یک مرض مزمن است که دوامدار پیش یک فرد باقی میمانه، و تشوش اساسی در طرق هوایی مریض موجود میباشه. راههایی که از طریق از او مریض هوا را میگیره و هوا را دوباره میکشه، هرگاه در نمیج التهاب به وجود آمد، این میره به نام استما میگه. مریضایی که از برانشیال استما شکایت میداشته باشند اکثرا از حساس بودن با بعضی از مواد خاص هم شاکی هستند. یعنی به طور مثال یک فرد میگه من جور تیار هستم، وقتی که یک عطر خاص مواجه میشم نفسی تنگ میشه، یا که یک بوی گل خاص مواجه میشم، یا به طور مثال خانه را که جارو میکنم نفس ما تنگ میشه. امی فاکتورهایی که باعث میشه تا در نزد یک فرد امی حملات تحسس کنه، این به نام آلرژن میگن. آلرژن های مختلفی میتونه باعث از این شوه که در نزد یک فرد استما به وجود بیاید. بخصوص بسیار عام هستن امی آلودگی که در هوا موجود است که بسیار زیاد در افغانستان متاسفانه عام است، موادی که از باعث احتراق نامکمل مواد سوخت به وجود بیاید، به طور مثال می چوب است یا زغال است یا هر چیزی که است، وقتی که به صورت نامکمل به احتراق برسه ممکن است که باعث به میان آمدن حملات در نزد از افراد شود. در ضمن از او بعضی از گرده نباتات است، می بین گل شما ببینید گلا در بین خود قسم گردگاه کار می داشته باشه، این هم میتونه من حیث آلرژن عمل کنه، و یا به طور مثال بوی یک میوه خاص ممکن است من حیث یک آلرژن عمل کنه، بوی یک عطر خاص من حیث آلرژن عمل کنه. و در کشورهای بیرونی که اکثرا تماس با حیوانات نزدیک می باشه، به طور مثال می پشک و سگ و اینا که هست، امو پشم را که اینا داره یک موادی که تولید میکنه، ممکن است بعض اوقات این هم باعث به میان آمدن حملات استما شود. یعنی کسایی که از برانشیال استما یا استمای قصبی شکایت می داشته باشند،
در اکثر اوقات اینا ممکن است از یک آلرژن خاص حکایت کنند، ولی این موضوع 100% نیست. ممکن است یک فرد از اسما شاکی باشه ولی از کدام آلرژن حکایت نکنه، یا اینکه در یک چیز حساس باشه ولی تا به حال نتونسته کور تشخیص کنه. باید این موضوع را ما در نظر داشته باشیم. در مورد از اینکه برانش الاسما در کدام سنا تاسیس میکنه، کیها را مصاب میسازه، کیها را مصاب میسازه و در ضمن از این حملات از این چه وقت ایجاد میشه. برانش الاسما اکثرا به صورت عموم ممکن است هر فرد جامعه را در هر سن سال مصاب بسازه، ولی پیک ایج یا سن اعظمی که ممکن است در او زیادتر حملات از این واقع شود در نزد طبقه ذکور در سنین کمتر از 14 سال تاسیس میکنه و در نزد خانم ها ممکن است در هر سن سال تاسیس کنه و اکثرا بعد از سن 14 سالگی. پیش از اینا ممکن است ای به وجود بیاید. بله بسیار خوب. خب دکتر صاحب شما گفتین که بعض اینا مریضایی که از برانشیال اسما شکایت دارن اینا یک نوع آلرژی هم می داشته باشن، آیا امی که یعنی آنن زمانی که با آلرژن اینا برخورد میکنن و یا امو عطر که اینا حساسیت دارن و یا با گل که با گردی از او حساسیت دارن امی که برخورد میکنن یا مواجه میشن دفعتن بر از اینا مشکل پیدا میشه یا نخیر؟ بسیار نقطه خوب اشاره کردین. فرض میکنم من در مقابل یک نوع عطر خاص حساس هستم و این عطر بر من منحیث یک آلرژن عمل میکنه. به این خاطر نظر به اینکه چه وقت حملات اسما در نزد یک فرد تحسس میکنه و چه وقت ایراز علائم همین نفس تنگی پیشان به وجود میاد، به این خاطر ایره در ابتدا به دو بخش تصنیف بندی میکنه. نمبر اول عبارت از این است که به مجرد که ما به یک آلرژن مواجه میشیم در ظرف 15 دقیقه یا یک ساعت ممکن است پیش ما حملات به وجود بیاد. به طور مثال من که یک گل خاص که تیم گردش حساس هستم، به مجرد که کتی بوی از این مواجه شوم 15 دقیقه بعد دیگه نفس ما تنگ میشه، 15 دقیقه الی یک ساعت بعد. دوم عبارت از دیلی اسماتیک اتاک است، یعنی حملات اسمایی که به شکل مؤخر تحسس میکنن. به طور مثال که یک گل ما صبح مواجه شده ممکن است حملات پیش ما عصر به وجود بیاید یا چاش به وجود بیاید، یعنی ممکن است در ظرف 4 تا 6 ساعت بعد از مواجه شدن به آلرژن این حملات در نزد زیاد تحسس کنن. بنابراین نظر به این که که یک آلرژن ما مواجه میشیم و در مقابل از او حساس هستیم، ضرور نیست که در مدفعتن ما ریاکشن عکس العمل نشان بدیم. ممکن است در ظرف 15 دقیقه الی یک ساعت و یا بعض اوقات ممکن است 4 تا 6 ساعت بعد عمو مشکلات نفس تنگی پیش ما به وجود بیاید. بله بسیار خوب. پس دکتر صاحب میشه بگوین که اعراض و علائم استما یا نفس تنگی چگونه است؟ چون بعضی از مشکلات دیگر مثلا مشکلات قلبی هم میتونه باعث نفس تنگی شوه، بعض امراض دیگر هم میتونه باعث تنگی نفس شوه. بسیار نقطه خوب اشاره کردین. یعنی امی تشخیص از چگونه صورت بگیره، کدام اعراض و علائم خاص خود داره یا خیر؟ بله چون در قالب همین سوال شما قسم مطرح کردین که در سیر بعضی از امراض دیگر بله. دکتر صاحب بسیار ببخشید گفتن قطع میکنم، یک تماس داره. به اجازهتون. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام برادر عزیز، صبحتان بخیر. بفرمایین کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ رفیق هستم از آرکولات به تماس شدیم. تقریبا 3 سال از نفس‌تنگی میشه. میشه برادر عزیز سوالتان رو بپرسین از دکتر صاحب؟ میکنم زیاد میتونم زور میدهتم و رفتیم از اتوان میتونم بگیرم دوائی نیست بگید که اتوان مرا جیر کنم. هر دوائی رو که میتونم بگم دمونه که پاکم بدلتر مراجعه میکنم میتونم از دمونه که تا پاکستان میرم باز از اتوان میگیرم تا تصویرات میکنم زور میکنم برای یک ماه زور میباشم برای یک ماه زور میباشم برای یک ماه زور میباشم اول همه زکام میباشم خیلی سار و باز پنج باز مره زکام میکنم تا فکرنگی شده مثلا که میرم اینجا اول از زکام شده مثلا میرم تقریبا خیلی سکر رو میکنم زکام شده تو کوشش میکنم که تو من زکام میگیرم اما اینجا کوشش میکنم که زکام میگیرم زکام میگیرم که ایک نفس کنگ نمید حتی توجه داده نفس کنگی و جاد میشه که من قدم چه قدم من خانه مانده نمیتونم تکیر میارم به دان خانه در سرخه ها میرم و سرخه ها در کراتی میرم این بگی آنات مارا میرسنم من مشکل مارا میتونم که از این زکام سرخ هم کدام تابلیت و کدام نام کدام تشکیت زکام دوستان. درست از برادر عزیز، ما سوال شما را گرفتیم، انشاءالله پیرامون از این موضوع توضیحات کافی براتون را خواهد کردیم. بیننده ما باشیم. روزتان خوش برادر عزیز. دکتر صاحب سوال شما گرفتیم. خوب است که اول ممی تاپیک که هست این را توضیح بتیم، بخاطر که دمی قالب از این تاپیک کل سوال از این را رفع میشه. حالا اگر بگویم باز تسلسل موضوع میشکل مکمل به تاپیکی که گفتیم، انشاءالله برای برادر دیگه سوال نمیمونه که چی کنن و باید چی نکنن.
در مورد از اینکه گفتین آیا در سیر بعض از امراض دیگه ممکن است همه می عملات نفس تنگی تحسس کنه، یا خیر به می خاطر در ابتدا اسما را تصنیف بندی میکنن، کلاسیفیکیشن میکنن که در انواع مختلف از اسما در مؤاخذ مختلف ذکر گردیده و خو انواع معمولی که موجود هستند، نمبر اول به نام اکوپیشنال اسما یاد میشه. اکوپیشنال اسما به این مفهوم که یک فرد کاملا جور است، تیار است، هیچ گپی نداره، به مجرد که روزانه در کار و فعالیت فیزیکی روزمره خود ظاهر میشه، نفس تنگی پیش ازی پیدا میشه. ممکن در مجریان کار و فعالیتش کدام الرژن خاص موجود باشه و یو را تشخیص نکده باشه. مثلا در دفتر یک اسپری را به خاطر پروفیومر تاک استفاده میکنن و یکی میره اونجا عملات پیشش در جریان وظیفهش تحسس میکنن، این به نام اکوپیشنال اسما میگن. یکی دوم نوع از اسمایی که وجود داره او عبارت از کاردیاک اسما است. کاردیاک اسما به این مفهوم که اسمای قلبی، یعنی چی؟ مریضایی که هارت فیلر دارن، عدم کفایی قلب داره و در نزد از یا به صورت دوامدار همه قلبشون به تشوش وظیفوی دچار است، در صورتی که همی عدم کفایی قلب پیشرفته تر باشه، ممکن است در نزد از اینا هم عملات نفس تنگی به وجود بیاید که بازی را با دکتر صاحب تشخیص کنند. دو سوم نوع اسما را به نام اکسرسایز اندیوس برانک اسپازم میگن، یعنی به این مفهوم یک نفر جور است، هیچ مشکل نداره وقتی که به فعالیت های فیزیکی شروع میکنه، سپورت میکنه، فعالیت های فیزیکی را ادامه میده، ممکن است در اینی وقت حملات نفس تنگی پیشان به وجود بیاید و همین فعالیت فیزیکی خودش یک حالت تجدید کننده و یک نوع از فعالیت تجدید کننده اسما هم است، یعنی عملات اسما در جریان اکسرسایز یا فعالیت فیزیکی. نوع دیگه از اسمایی که وجود داره او عبارت از کتامینال اسما است. کتامینال اسما یعنی به این مفهوم که یک خانم است، کاملا جور است، هیچ مشکل نداره، وقتی که همون شکل عادت ماهوار تحسس میکنه و در جریان عادت ماهوار ممکن است پیش از اینا حملات اسما به وجود بیاید. دوم نوع دیگه اسمایی که وجود داره او عبارت از اسمایی است که در سنین طفولیت در نزد یک فرد تحسس میکنه که اینا به نام ارلی آنست اسما میگن، و دوم نوع از این عبارت از نوع اسمایی است که در سنین بالاتر تحسس میکنه و اینا به نام لیت آنست اسما میگن. بنابراین بدون شک در سیر بعض از امراض دیگه بخصوص عدم کفای قلب که به نام هارت فیلر میگن، ممکن هم عملات اسما به وجود بیاید، ولی او را به نام کاردیاک اسما یا اسمای قلبی میگن که باز مریضا اراز علائم مختلف در مشکلات قلبی می داشته باشه. مریض به طور مثال پی ان دی می داشته باشه. پی ان دی به این مفهوم که پراکسیسمال نکچرنال دیسنیا، یعنی با مجرد که مریض استراحت می باشه شاید یک دفعه احساس تنگی نفس میکنه، به طرف کلکین خود نزدیک میکنه تا اینکه هوا بگیره، یا اینکه مریضا ممکن است ارتوپنی داشته باشن، جور تیار است وقتی که شاو خاو میکنه نمیتونه که حالت لای داون یا حالت میخوابیده را تحمل بتونه، یا ممکن است پیش از این مریضا حالت دیسنیا در حالت جهت ایجاد شود، مثلا جور تیار است با مجرد که یک دو منزل زینه را بالا میشه نفسش میسوزه و تنگ میشه. بنابراین حالت کاردیاک اسما یا اسمای قلبی از نوع برانشل اسما که عبارت از اسمای قصبی است، باید بینشان ما تفاوت قائل شویم. و در مورد از اینکه گفتین ایراد علائمش، ببینین عملات اسما ممکن است که به شکل کانتینیوس سیر کنه، یعنی دوامدار، و یکی به شکل انترمیتنت یا متقطع، یعنی به این مفهوم که به طور مثال یک فرد است در یک ماه، در یک هفته، یک دو روز نفسش تنگ میشه بس خلاص، و مسافه بین اینمی دو دانه حملات مریض هیچ مشکل نمی داشته باشه. یعنی به طور مثال اگر ما ماینه فیزیکی کنیم یا به طور مثال ماینات مختلف دیگه پروسیجر رو صورت بگیره، در مسافه بین دو حمله مریض هیچ نوع مشکل نمی داشته باشه و ما نمیتونیم که کدام ابنورمال فایندینگ یا دریافت های غیر نرمال با ماینه فیزیکی پیش از این پیدا کنیم. یعنی خوب است که مریضای اسما در جریان حملات مورد ماینه قرار بگیرن. یک موضوع. موضوع دوم عبارت از این است که ابراز علائمی که پیش مریضای اسما به وجود می آید، او عبارت از این است که نمبر اول پیش از این مریضا به صورت عموم اکثرا بیخوابی تحسس می کند. چرا بیخوابی؟ اکثر عملات اسما در شب ساعتهای 3 الی 4 شب واقع می شود. وقتی که نفس از یا تنگ می شود مجبور هستند که از خواب بخیزند دیگه. استراحتشان به تشوش دچار می شود و می خاطر مریضا که هستند بیخواب می باشند. عملات اسما اکثرا در ساعت 3 ام یا 4 ام به وجود می آید. نقطه دوم عبارت از این است که پیش مریضا ویز موجود می باشد. ویز به چی مفهوم؟ ویز از جمله آوازهای غیر نرمال طرق تنفسی است. یک آواز موزیکال است که به این مفهوم که ما از یک مجرایی که تنگ است پف کنیم. آوازهای اشپلاق مانند. وقتی که مریض اسما در پیش حملات تحسس میکنه، حتی بعض اوقات ویز از آن بدون استاتوسکوپ ما شنیده میتونه که میگوشه در سینهش نزدیک میکنه خرج 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 آواز از یک راه تنگ صدا را آدم پف کنه مثل اشپلاق واره.
نقطه سوم عبارت از این است که مریضای اسما کف می داشته باشند، سرفه، خصوصا سرفه از اینا در جریان امو حملات موجود می باشند و اگر در مراحل بعدی اینا انتان هم پیشان تحساس کنند، مثل که او برادر ما گفتن که من مریض میشم زیاد مشکلات تنفسی پیش ما وجود می، ممکن است که با سرفه از اینا پروداکتیو شود، یعنی به این مفهوم که سرفه بلغمدار پیشان به وجود بیاید. حالات پیشرفته تر که پیش از اینا تحساس کنند ممکن است باز بعض اوقات امی سرفه از اینا، امی بلغم از اینا و بعض اوقات انتان که دخالت کنند میفهمید که فیور یا تب طبیعی که موجود می باشد. این ممکن است که بسیار زیاد شدید پیش از اینا به وجود بیاید. به می خاطر یک فرد اسما گفتم در بین مسافه بین دو حملات و قدر مشکل خاص نمی داشته باشه و وقتی که حملات تحسس میکنه پیش از اینا، ما میتونیم بعضی از دریافت های غیر نرمال که ما را به تشخیص کمک میکنه پیش از اینا پیدا کنیم. بله و خدا کنه که برادر عزیز هم جواب سوال خود گرفته باشه. و توصیه شما دکتر صاحب به برادر ما چی است که ببینین وقتی که ما در مورد مدیریت ازی صحبت میکنیم یا در مورد ازی که چه رقم در نزد یک فردی که اسما به وجود میآید چه رقم منیجمنت میشه، اول عبارت ازی است که اینا از فاکتورهایی که میفهمند مقابل از او حساس هستند، باید خود پریونت کنند، بله، دوری کنند. یکی از فاکتورهای تشدید کننده حملات اسما و یکی من حیث الرژن عمل میکنه امی آلودگی است که ما در کابل داریم. شما میفهمین به طور مثال که موتر از حد زیاد است، فابریکا های مختلف غیر استاندارد وجود داره، مردم به شکل غیر استانداردش مواد احتراق به مصرف میرسانند، بنابراین در بازار خوب است که از فیس ماسک یا ماسک های روی استفاده شود. در ضمن از او گفتن بار بار من زکام میشم، توصیه میشه که مریضای اسما همیشه واکسینای انفلونزا و نوموکوک پیش خود اجرا کنند، واکسین میشن اینا و در ضمن از این وقتی که عملاتشان تجدیدتر میشه، شدیدتر میشه، اینا خوب است که به یکی از متخصصینی که مربوط به ریسپایرتوری سیستم باشه یا متخصصین پلمونولوژی باشه مراجعه کنند تا این که منظم دواهایی که در وقت حمله استفاده شود برشان تجویز شود و دواهایی که به خاطر پیشگیری از تحسس حملات برشان توصیه میشه ایره به صورت منظم استفاده کنند، انشالله که از این مشکل رهایی پیدا کنند. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب شما هم خدا کنه جواب سوالتان گرفته باشین برادر عزیز. دوستای عزیز فعلا هم یک وقفه بسیار کوتاه می داشته باشین، بعد از وقفه دوباره بحث ما را با دکتر صاحب ادامه می دیم.